سلام خدمت همه عزیزان دوستان گرامی که محبت کردید امشب وقتتون رو به ما دادید بعد از یک روز کاری طولانی. خیلی خوشحالیم که امشب در خدمتتون هستیم. میخواستم در همین اول کار از شما خواهش بکنم که به احترام تمام جان باختگان راه آزادی 30 ثانیه سکوت. با تشکر، خیلی ممنون مجدداً از حضور تک تک شما عزیزان در این روز خیلی مخصوص و مهم. من حمید بهشتیان هستم، وایس پرزیدنت نیپاک. برنامه های میکسد سیکس ما معمولاً با یه اینتروداکشن مختصر از خود نیپاک شروع میشه، بعد شروع میکنیم از عزیزانی که امشب مهمان ما هستن خودشون معرفی کنن، ولی ما به خاطر اینکه برنامه امشب ما یه مقدار ویژه هست و یه مهمان ویژه داریم، این مقدار تغییر میکنه. تغییرش هم به این صورته که اون بخش اینتروداکشن خود نیپاک رو خیلی کوتاه، من فقط اسامی بورد آف دایرکتوری رو اعلام میکنم و یک هیستوری کوچیکی از نیپاک میگم. بورد امسال تیمی که ما داریم، آقای بابک خطیبلو، بهار خطیبلو، خود من حمید بهشتیان، آقای دوست جان، آقای هومر بنیامین، آقای شهریار اعتماد، خانم نردین خطیبلو، آقای فرزین رستمپور، خانم ستاره عمادی، خانم سارا رسول نیا و آقای کامیاب اعضای بورد امسال هستند و ما به صورت والنتیر این شانس رو داریم که این کار کامیونیتی رو انجام بدیم. این کامیونیتی احتیاج به کار والنتیر داره و ما همینجا از تک تک عزیزان خواهش میکنیم که به ما بپیوندن، تو این جلسات ما میتونن شرکت بکنن. خیلی تمرین خوبیه برای دموکراسی که ما بفهمیم اون یه دیکتاتور کوچولی که تو تک تک ما هست چجوری عمل میکنه. خیلی تمرین خوبیه، من خودم خیلی چیزا یاد گرفتم. به هر حال نیپاک از سال 86 کار خودش رو شروع کرده و توی این دوره‌های طولانی توی این فراز و نشیب‌ها به هر حال تونسته دوام بیاره بمونه. شعر معروفی هست که میگه شب‌های هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سختجانی خود این گمان نبود. به هر حال دوره طولانی رو گذراندیم. توی این شرایط خاصی هم که هستیم و توی ایران هممون دلمون یک امیدی هست در کنار این استرابی که داریم و امیدواریم که این جنبش عدالت خواهانه ای که واقعا سراسر ایران و کل خاورمیانه رو در بر گرفته به نوعی به سرانجام برسه و ما این امیدمون بعد از این همه سال به تحقق بپیونده. Dr. Mehzad Farnoodi is a licensed clinical psychologist with a specialty in cross-cultural psychology. Dr. Farnoodi received her undergraduate degree, Bachelor of Arts in Psychology from Iran. In 1969, she was accepted to master's program in clinical psychology at Kansas University and immigrated to the United States with her family. Dr. Farnoodi has provided over 31 years of community service here in Los Angeles, Orange County, in an effort to raise awareness on mental health, and has hosted several media literacy programs in helping families cope with cross-cultural conflicts. From 1989 to 1992, Dr. Farnoodi hosted the first Iranian-American radio and TV program on psychological topics related to the needs of the Iranian-American community. From 1995,
to 2001. She hosted several radio and TV psychology media literacy programs, and since 2002 has been the host of a popular satellite TV talk show called Inner Sight. On American Farsi Network, www.afnl.com, where she has an opportunity to reach out, educate, and raise awareness on mental health and psychological principles of parenting and healthy families for the Iranian Americans as well as the Iranians living in the global community. Dr. Farnoodi has presented over 200 seminars, conferences, lectures on psychological and sociocultural topics such as successful relationships, parenting, healthy families, healthy societies, the psychology of democracy, which is tonight's presentation, psychology of love, emotional intelligence, and several other topics. Since 1986, Dr. Farnoodi has been guest lecturer to prestigious universities such as Brown University, UCLA, UC Berkeley, UCSD, Johns Hopkins, and several others. Ladies and gentlemen, please help me to welcome Dr. Farnoodi. خوبم مرسی. اول سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان. دلم میخواد که گفتگوی امشب رو با یاد مهسا امینی و بقیه جوانای آزادی خواهی که این روزها هزینه سنگین این مبارزه رو بر دوش گرفتن با یاد اونها شروع کنم. و این مسئله رو یک کمی از این زاویه بیشتر باز کنیم که دوست عزیز گفتن که این دیکتاتور کوچولویی که در درون ما هست بلکه از طریق مباحث علمی شناسایی کنیم. من فقط فکر کردم موقعی که ایشون گفتن دیکتاتور کوچولو خیلی اسپیشال دیسکانت دادم به همون. این دیکتاتور یه خورده از کوچولو بزرگتره و به همین دلیل هم هست که قدرت یه آره اینجوری خوبه مرسی قدرت اینقدر توان تاکسیسیتی داره در سرزمین های دیکتاتوری زده. من فکر کردم اول چهارچوب گفتگوی امشب رو با چند تا نکته اساسی که منو این روزها وادار میکنه که هر جایی راجب زیربنای روانشناسی دموکراسی گفتگو میخوان از من قبول کنم بلافاصله و با عشق و واقعا شوق بیام تو هر مجمعی که این موضوع بحث میشه. یکی حساسیت شرایط کنونیه، چون ما میبایست به این مسئله توجه کنیم که مبارزه در راه آزادی در کشور ما خیلی جدید نیست، ولی چه میشه؟ چرا؟ که ما با هزینه سنگین در راه سرنگونی یک دیکتاتور با هم متحد میشیم، اقدام میکنیم، هزینه میکنیم، ولی دیری نمیگذره یک دیکتاتور دیگه ای سوار کار میشه و ما به همین امامزاده تازه ظهور کرده دوباره قندیل حاجت آویزون میکنیم. اریک فرام سالها پیش که من افتخار اینو داشتم در یکی از سخنرانی‌هاش شرکت داشتم تئوری داشت راجب اسکیپ فرام فریدم، گریز از آزادی، چون آزادی همونقدر که جذاب و ما خواهانش هستی همونقدر ترسناکه. به دلیل به محض اینکه ما از آزادی صحبت میکنیم همراه باهاش مسئولیت میاد. من همیشه مثال میزنم، میگم که
آزادی با سرپیچی از قدرت آغاز میشه. مبارزه برای آزادی از سرپیچی در برابر قدرت آغاز میشه. اگر به متون کتاب‌های آفرینش بپردازیم، چه عصر عتیق، چه قرآن، چه عصر جدید، می‌بینید که داستان آفرینش اینجوری شروع میشه که آدم و حوا رو میفرستن تو بهشت و بهشت میگن از همه نعمت‌های بهشت برخوردار باش، اما دو تا درخت رو حق نداری بهش نزدیک بشی، از میوه اونا نمیتونی بخوری. یکی درخت بینشه و یکی درخت بقا یا ایترنال لایف. که خب آدم و حوا تو بهش بهشون خیلی خوش میگذشت، مثل پاسدارای الان بهشون خوش میگذره، همه چی فراهمه براشون، نه تو صف باید وایستن، بچه هاشون تو پول قلط میزنن هم، ولیکن آدم و حوا یه چیزی درشون اونها رو وادار کرد که برن میوه ممنوعه رو بچشن، درخت بینش رو میوهش رو چشیدن. و اولین اتفاقی که افتاد وقتی درخت بینش رو چشیدن، چشمشون باز شد و از بینگ خودشون که برهنگی بود شرم تجربه کردن. شرم تجربه کردن، یعنی این اولین هزینه بود که برای آزاد شدنشون از سرپیچی از فرمان قادر یکتا پرداختن. و بعد اتفاق بعدی افتاد و اونی که قادر متعال وقتی دید که اینا اون بنده های ببعی که هرچی میگن بگم چشم نیستن، تردشون کرد و از بهش بیرونشون کرد و بلافاصله شمشیر آتشی کنار درخت بقا گذاشت که از اون میوه دیگه نخورن، چون قدرت خودش دیگه به خطر میافتاد. بنابراین آدم و حوا وقتی که از بهشت بیرون میشدن، باز دوباره یه نفرین قادر متعال پشتشون بود و اون این که ای مرد، در تمام عمر با رنج و عذاب کار میکنی و با عرق جبین زندگی خانوادت رو تأمین میکنی و ای زن، تو با درد فرزند به دنیا میاری و مسئول نگهداری از اونا هستی. خب یعنی با دو تا کرس در واقع، تازه نفرینشون هم کرد چون تو بهشت اینا زاد و ولد نداشتن. بنابراین انسان برای چشیدن درخت بینش در قصه های آفرینش هزینه سنگینی پرداخته. اریک فرام به این که انسان در حال این که از آزادی رو به شدت میطلبه ولی ازش گریز داره، به دلیل اینکه وقتی آزاد میشه مسئولیت میفته رو دوش خودش، از خیلی از نعمتهای قادر متعال محروم میشه. و بهترین نمونهش هم ما داریم میبینیم، بچه هایی که الان دارن به فرمان قادر متعال در داخل ایران نه میگن، ببینید هزینهش چیه که دارن. بنابراین در کنار اطاعت و کانونشنال لایف، یه راحت و یه امنیتی هست که آدم به محض اینکه میخواد اونو از دست بده، درش یه جنگ دوگانه به وجود میاد برای اینکه escape from freedom. بنابراین حساسیت شرایط کنونی در ایران و ترس و وحشت همگان از تکرار خطای سال 57 و محوری بودن واژه آزادی در هر جنبش که تاکنون در ایران رخ داده، کی و چگونه میتونه تبدیل بشه از واژه به فرهنگ و نهادهای مدنی حافظ این آزادی، این بسیار مهمه. اگر دقت کنید میبینید که هر دیکتاتوری وقتی روی کار میاد، تمام نهادهای حافظ دموکراسی رو میخواد از بین ببره. مثلا بهترین نمونهش در آمریکایی که ما زندگی میکنیم، حمله و اعتراضی بود که آقای ترامپ به میدیا داشت و بعد حمله بود که
حتی به مراکز منتخب مردم مثل کنگره، مثل سنا و غیره میکرد. و چرا؟ به دلیلی که اینا نهادهایی هستند که از دموکراسی میتونن حفاظت کنن، میتونن یا سندیکاهای حرفه‌ای. من چند شب پیش یکی از دوستان در یه گفتگوی میگفت تو الان پیشنهاد میکنی چه چیزی کمک میشه به جنبش ایران؟ میگفتم تشکیل سندیکاهای حرفه‌ای در خارج از کشور، انجمن پزشکان، انجمن مهندسین، انجمن روانشناسان، انجمن پرستاران، معلمان، کاسبا، تولید کننده ها. اینا وقتی الان تو انجمنهای خودشون متمرکز بشن و یکی از هدفهاشون رو بذارن همراهی با مبارزین ایران، اون وقت سر بزنگاه یه نیروی اینجا هست که میتونه این آدم رو این درست کنه، اون یکی رو نکنه در نهادهای مدنی. به هر حال این در ایران که الان امکانش نیست. حالا چرا اینقدر مهمه که ما علاوه بر تشکیل نهادهای مدنی رو روانشناسی دموکراسی یه مقداری اطلاعات خودمون رو بالا ببریم؟ افلاطون یه جمله معروفی داره، میگه انسان است که قانون می نویسد، انسان است که قانون را اجرا می کند، انسان است که قانون را لغو می کند، انسان است که حکومت به وجود می آورد، انسان است که آن حکومت را سرنگون می کند. بنابراین در تمام بدبستان های سیاسی یا مدیریت جمعی انسان مهمترین عامله. حالا اگر عنصر تمام این تشکیلات انسانه، پس می‌ارزه که ما وقت صرف کنیم ببینیم فرق انسان آزاده با انسان دیکتاتور، یا حالا به قول آقا یه خورده دیکتاتور، فرق انسان آزاده که اصولاً به طور طبیعی سیاست‌های اشتراکی، رواداری، تقسیم قدرت، پذیرش نظریه مخالف، یاد گرفتن از کسی که غیر از او هست، به طور طبیعی درش اتفاق میفته، تا اونی که ادای اینو در میاره ولی سر به زنگا مثل آقای خمینی اول میگه همه با هم، وقتی خرش از پل گذشت میگه همه با من. دونه دونه اونایی که اینو سوار قطار کردن از قطار میندازه بیرون. چه چیزی سبب میشه از نظر ساختار روانی که این اتفاق بیفته؟ و بدون ملاحظه و بدون هزیتیشن این رو میگم که ما فرزندان سرزمین های دیکتاتور زده و فرزندان خانه هایی که دموکراتیک اداره نشدن، پرورش کودک درش دموکراتیک نیست، در مدرسه معلم سالاری هست، در دانشگاه استاد سالاری هست، در کشور رهبر دیکتاتور هست، خود به خود ما با این خصلت دامیننس و یکتازی خو میگیریم. بنابراین اگر امکانش بود باید یک کورس روانکاوی 4 ساله رایگان برای همه ساکنین سرزمین های استبدادی قرار میدادن تا اون دیکتاتور درونی جای خودشو بده به یه موجودی که از غیر من، از متفاوت اندیش، از دیگر اندیشه، از آن کس که مانند من نیست وحشت نکنه و زورشو جمع نکنه که اونو نابود کنه، تا یه همچین موجودی به وجود بیاد. ولی خب حالا نه اون تعداد روانکاو داریم، نه اون امکانات وجود داره. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که در سطح سایکو ایژوکیشن حداقل اصول اولیه این مسئله رو شناسایی کنیم. من موقعی که سال
1986 چون من بعد از اینکه درسم تموم شد با اشتیاق رفتم ایران خدمت کنم. جمهوری اسلامی شد، جمهوری به من خدمت کرد، من اخراج کردن، من مجبور شدم که دوباره برگشتم آمریکا تو سال 86. ولی دل شکسته برگشتم آمریکا. چرا؟ چون در بحبوحه جوانی بودم، آرزوهای بزرگ و آرمانهای بزرگ واسه کشورم داشتم. در یه خانواده‌ای که به قول اصطلاحات قدیمی مصدقی بود، همیشه بزرگ شده بودم و رویای ما رویای این بود که یه روزی به اون سرزمین خدمت کنیم. و وقتی برگشتم از این بابت دل شکسته بودم که دوباره آمدم اونجایی که نمیخواستم بمونم، چون 9 روز بعد از فارغ التحصیلی من از آمریکا رفتم. بعد دل شکسته بودم از اینکه مهر اخراج رو من زده بودم، که بعدها به قول زنده یاد بازرگان سند افتخارم شد، و از اینکه در زمان جنگ من ایران رو ترک کردم. وسطای دوران جنگ ایران و عراق بود. هیچ وقت یادم نمیره که تو اون کوچه‌ای که ما زندگی میکردیم یه حاج خانم مسنی بود که به محض اینکه آژیر میکشیدن من میدویدم میرفتم، همسایه بغل خونه ما بود، حاج خانم رو دستشو میگرفتم میگفتم بریم با هم بریم تو زیر زمین، چون بچه‌هاش همه آمریکا بودن. یادم روزی که رفتم از حاج خانم خدافظی کنم، فرداش داشتم میومدم، یه خورده من نگاه کرد و گفت تو هم رفتی. و من واقعا اینقدر قلبم گرفت، یعنی حس کردم چیزی رو که به من نگفت و من شنیدم این بود که دل من به تو یه نفرم تو این کوچه خوش بود، تو هم گذاشتی و رفتی. خب همه اینا خیلی رو من احساس شرم و گناه و این چیزا گذاشته بود. وقتی اومدم اینجا فکر کردم که چی کار کنم که یه ذره خودم رو سبک کنم از این حس گناه اینا. خوشبختانه زمانی که دانشجو بودم با استادی آشنا شده بودم به نام مارگریت مالر، که خانم مارگریت مالر وقتی من برگشتم آمریکا سال 86 چند ماه بعدش فوت کرد در سن 96-7 سالگی. خانم مارگریت مالر 2 جلد کتاب نوشته برای روانشناسی، یک گنجینه است. اسم کتاباش هست Psychological Birth of Human Infant و ادعا کرد که تولد روانی ما انسان‌ها به هیچ عنوان همزمان با تولد جسمیمون که بند نافمون از مادر می‌برد اتفاق نمی‌افته. ما موقعی که از مادر بند نافمون بودم به لحاظ جسمی متولد شدیم، ولی به لحاظ روانی حداقل طبق نظریه ایشون تا 5 سال طول میکشه تا ما فولی اندیویجویتد بشیم یا تفرد پیدا کنیم یا فردی بشیم یا هیئت روانی بشیم متفاوت و مستقل از هیئت روانی مادر. بعد این مراحل رو خب توضیح داده که الان در این حوصله نیست. اما من چه کار کردم؟ اومدم نشستم تئوری مارگریت مالر رو با پاره از منابعی که در ایران اشاره به این سمت و سو دارن اینا رو روی هم گذاشتم و بیش از شاید 200 ساعت من مطلب جمع کردم و روی هم گذاشتم که گفتم اولین CD پرورش کودک رو من به عنوان Seeds for Bringing Freedom Psychological Liberation به جامعه این کار رو اون موقع بکنم. خب خیلی هم کاری بود که به نظرم برای اون موقع خوب بود. الان اگر بخوام اون کار رو دوباره کنم اطلاعات جدیدتری تو رشته ما آمده که میتونه به اون اضافه بشه. ولی امروز خلاصه چارچوب اون نوارها رو میگم. و جالبه که پشت این نوارها اخیراً دخترم از تو مطب قدیمی من پیدا کرده بود. نوارها رو زنده یاد ایرج گرگین معرفی کرد. اولین بار در رادیویی که من و ایرج گرگین برنامه روانشناسی برای عموم داشتیم. و بعدش خانم سرشار خوب اینا رو معرفی کرد. یه آلبومی شد 6 تا نوار توش و پشتش من
این جمله رو نوشته بودم که این نوارها رو تقدیم میکنم به همه آنهایی که با جرأت و صداقت در راه شفای کودک درونی خود قدم برمیدارن و میراث شومی را که نخواسته به آنها رسیده ندانسته به آیندگان منتقل نمی کنن. آنان قهرمانان و مبارزینی هستند که کشور ما، سرزمین ما سخت به آنها محتاج است. و بعد نوشته بودم که تقدیم به تمام کودکان ایران، تقدیم به نیلوفر و همایون، فرزندان خوبم که بار سنگین کودک آسیب دیده درونی من بر دوش آنها بوده، شاید این راه من از برای پوزش از آنها. و این هر کلمش با قلبم نزدیکی داشت، چون ما وقتی که این کودک آسیب دیده درونیمون که آزادی ندیده، احترام ندیده، حقش شناخته نشده، مرزهاش وایلیت شده یا تجاوز شده به مرزهاش، ما این کودک درونیمون به همون اجازه میده که همین کار رو با نسل بعدی بکنیم، مگر اینکه به یک بینش یا مایندفولنس برسیم که خودمون رو بپاییم. من اتفاقا دیشب یه جایی بودم اینو تعریف کردم، رفته بودم خونه دخترم، نوه کوچیک من در یخچال باز کرده بود، هی تماشا میکنه. خب ما از بچگی یاد گرفتیم در یخچال ببند، هوای خنکش میره بیرون. ده تماشا میکنه، حالا یه چیز انتخاب کن. گفتم close the refrigerator door, make up your mind, then open. دیدم رفت بالا و یه رو بعدش با مادرش اومدن به حال محاکمه، اومدن پایین. بعد مادرش گفتش که مامی do you know what Chloe says؟ گفتم که نه. میگه Chloe said this is not Nezzy's home. What gives her the right to tell me what to do? خب ظاهرن مثلا مادر بزرگ یه ذره جنب مادر بزرگ داشت، باید قهر میکرد و میومد. ولی من برای یه لحظه گفتم که واو، I violated her boundary and she's fully aware of it. یعنی چی؟ یعنی این بچه میدونه حقوق من کجا تموم میشه، حقوق اون آغاز میشه. حالا ممکنه که خیلی ها که الان اینجا نشستید بگید که حالا مگه جوامعی که اینقدر اندیویجویتد هم اینقدر باندری ها مشخصه خیلی موجودات خوشحالتری هستن. من راجع به این نمیتونم قضاوت اخلاقی کنم، من فقط میتونم بگم اگر ما خواهانه آزادی و دموکراسی هستیم باید ببینیم خواستگاه آزادی دموکراسی کجا بوده. خواستگاه آزادی دموکراسی در کشورهایی بوده که یه مفاهیمی توش جا افتاده، حقوق فردی توش جا افتاده، مشارکت جمعی توش جا افتاده، یک فرد یک رأی توش جا افتاده. و به همین دلیله که مدل دموکراسی، فلسفه دموکراسی، فلسفه ایندیویجوالیتی همراه با خودش اقتصاد ایندیویجوالیست آورده. شما تو این کشورهای دموکراتیک میتونید بیلیونر باشی، برادرت هم هوملس باشه، به اونم هیچی نخوای بدی، شیم اجتماعی هم تجربه نکنی. ولی ما به عنوان ایرانی نمیتونیم. اگه من دو تا خونه دارم خواهرم هوملسه، شیم تجربه میکنم اگر فکر نکنم این حق اوست. باز دوباره میگم من ارزیابی اخلاقی اینجا نمیکنم، کدومش خوبه کدومش بده یه موضوعیه که هر کدوم امتیازاتو، یا ما باید بگیم که سرزمین‌های شرقی بهترین مدل حکومتش دیکتاتوری صلح‌هاست. یعنی چی؟ یعنی ما دیکتاتوری رو بپذیریم، فقط بگیم دیکتاتوری که میاد بالا سرمون صالح باشه، یا اینکه بگیم دموکراسی می‌خوایم. اگر دموکراسی می‌خوایم وقت نمیتونیم از فرهنگ دموکراتیک فاصله بگیریم. معایب خودشم داره، همراه خودشم میاد. همین میشه که نوه 13 ساله به من میگه این خونه تو نیست، نمیتونی به من بگی در یخچال تو واز نکن. حالا بنابراین در اون سال وقتی این سی‌دی رو من دادم بیرون، به دنبالش مرتب
این کلاس ها رو میذاشتیم زیربنای روانی بهداشت، ببخشید زیربنای آموزشی بهداشت روان. شاید هم هفته یه دفعه این سمینارا بود و گروه های زیادی توش بودن. آنچه که من اون موقع میگفتم فکر کردم اون جیستشو جوهرشو امشب بگم، ولی اگر یه موقعی خودتون علاقه داشتین فکر میکنم هم روی یوتیوب هم روی سایت من کل مجموعه هست و اگر اشتباه نکنم رایگانه. روی یوتیوب که مطمئنم رایگانه، روی سایت هم نمیدونم، یه موقعی میفروختن و بعد من گفتم اینا رو رایگان کنین مثل اینکه اونجا هست. الفبای بهداشت روان کودک. حالا شما ممکنه بگید خب حالا بهداشت روان کودک به ما چه ربطی داره؟ گفتن ایشون گفتن این دیکتاتور کوچولو تو همه ما هست، ما اون کودک رو باید بازپروری کنیم. در بازپروری او احتیاج داریم یه اصول خیلی کلیدی رو بدونیم. حالا من میرم سر نظریه مارگریت مالر یا کسانی که در روانشناسی بهشون میگن Object Relational Theorist، کسانی که این متد رو جلو میبرن که انسان سالم برای داشتن روان سالم باید به استقلال روانی برسه و در استقلال روانی بزرگترین مسئله ارتباط بین انسان ها یعنی امپاتی، همحسی شکل میگیره و شما وقتی همحس هستی با کسی که روبروت قرار میگیره نه قرأت، نه قدرت، نه رغبت، نه میل پاره کردن اونو نداره. یعنی این کسانی که الان بچه ها رو میزنن از بین میبرن به دلیل اینکه مغزشون مثل مغز سایکوپت ها امپتی نداره، یعنی دل من ز قصه خون شد دل تو خبر ندارد. به این دلیل قادرن که یک بار یه روانشناسی گفت که در ارتش سرخ روسیه مدلی که بچه هایی که دولت به عنوان یتیم خونه ها اینا رو نگه می‌داشت که اینا بعد تو دختر و پسر عضو ارتش سرخ می‌شدن. خب میگفت مدلی که تو پرورشگاه ها اینا رو نگه می‌داشتن مینیمم هیومن کانتاکت، مینیمم هیومن کانتاکت، با بازوی فلزی بطری میمد دم دهن اینا. موقعی که اینا رو باید تر و خشک می‌کردن پرستارا حق نداشتن با اینا آی کانتکت کنن. بعد من از این روانشناس روسی پرسیدم توی یکی از کنفرانس های بیدن، گفتم که چرا این چیز بود؟ میگفتم به دلیل اینکه این سربازا وقتی که به کسی باید شلیک کنن لحظه ای کانکشن و امپتی درشون به وجود نیاد که تردید داشته باشن. حالا این وحوش ایران کجا ترین دیدن من نمیدونم، ولی این سست نشن لحظه، چون امپاتی منو از دل تو خبردار میکنه و اگر تو چشمت التماسی که منو نزن من قادر نیستم تو رو بزنم. من به این دلیلی که اون مدلای اون دیکتاتوریای اونجور. حالا برگردیم به نظریه خانم مارگریت مالر. ما اینجا از یه لغت استفاده میکنیم به نام خودشیفته یا نارسیسیسم. این لغت خودشیفته باز شما میتونید رو سایت من راجبش 10-15 تا مقاله به فارسی نوشتم، چون از دل مشغولی های همه عمرم بود. این بر تو مجله رهاورد هم دو مقاله هر کدوم 30-40 صفحه‌ای رو همین خودشیفتگی دارم و تو همون مجله زیربنای روانی دموکراسی. بنابراین میتونیم اطلاعات به اصطلاح you can add meat to this bone. امشب ما داریم فقط محورش رو مطرح میکنیم. خانم مارگریت مالر میگه تولد روانی انسان‌ها این گونه آغاز میشه که در مرحله اول که کودک انسان به دنیا میاد، یک ماه اول کودک فقط درون خودش وجود داره و تمام هستی رو خودش میبینه، یعنی چیزی بیرون از کودک وجود نداره. این موجودی که تمام هستیه
دلیلش اینه که این سلول‌های مغزی، سلول‌های عصبی، چون با حدود 1 بیلیون ببخشید 100 بیلیون سلول عصبی ما به دنیا میان، 100 بیلیون سلول عصبی به دنیا میان، این سلول‌های عصبی مثل تیرای چراغ برقی هستند که سیم‌کشی بینش هنوز اتفاق نیفتاده. یه شهری اومدن این تیرای چراغ برق رو ریختن، ولی اینا باید دونه دونه به هم کنکت بشه. چجوری کنکت میشه؟ از طریق چیزی که بهش میگن اکسپریانس یا کانکشن. با کی؟ با دنیای بیرون. خب مهمترین فرد البته مادره، یا کسی که نقش مادر رو ایفا میکنه. بنابراین این کودک در 1 ماهه اول عمر به دلیل نداشتن نوروایرینگ های کافی و لذا نداشتن نوروفایرینگ ها، یعنی اینا اول وصل میشن، سیم پیچی ها وصل میشن، بعد مولکول های شیمیایی یا نوروترانسمیتر ها به گفتگو میپردازن. این میشه قشنگ و این میشه سرد و این میشه سفت. بعد از تجربه وقتی که کودک در 1 ماهه اول، چون هنوز به اندازه کافی سلول فعال نشده، فقط یه قسمت کوچکی از سلول های لامسه و بویایی در اون 1 ماه وجود داره، به همین دلیله که میگن توی 1 ماه اول وقتی به دیدن نوزاد میرین عطر نداشته باشین، چون بچه اوورولد میشه، یا میگن فقط نرم تاچش کنین، حس بیاد، لمس، حس لمس مهمترین حسه. و به مادر معمولا توصیه میکنن که بچه رو دقایقی نگاه کنه و تو چشمش نگاه کنه و کاری بکنه به اسم کیوینگ. کیوینگ چیه؟ بچه میگه اوه، مادر میگه اوه، بچه میگه اوه، مادر میگه اوه. چرا؟ به دلیل اینکه بچه حس کنه یه بیرون از خودش، یه آینه ای هست که خودش رو تکرار میکنه. این برای چیه؟ برای اینکه بنیاد امپاتی تو بچه شکل بگیره. 1 ماه اول اسمش رو گذاشتم آتیستیک فیس یا آتیزم، مثل آدمایی که آتیستیک هستن فقط تو خودشونه بچه. بعد از 1 ماه متوجه شدن محرک‌های بیرونی و تجربیاتی که یک کودک در محیط می‌آموزه کم کم او رو متوجه یه موجودی بیرون از خودش می‌کنه که این موجود بیرون از اون مادره یا کسی که نقش مادر رو بازی می‌کنه. حالا این موجودی که بیرون از اونه یک فرق دیگه ای هم داره با دوران بعدی. فرقش اینه که این موجود بیرون از اونه ولی خود اونه. یه شعر اینو من توجیه میکنم تو همون سیدیا. بس که با جان و تنم آمیختی، من ندانم این تو هستی یا منم. میگن state of oneness با مادر. مثل یه گندمیه که فقط یه شکاف وسطشه ولی جدا نیست. این مرحله دومو میگن سیمبیوسیس یا سیمبیوتیک فیز، فاز همزیگری. فاز همزیگری، روابط سیمبیوتیک تو بزرگسالی معمولا روابطیه که خیلی مریضه. من تو کاپل تراپی خیلی وقتا روابط سیمبیوتیک میبینم. مثلا باور نمیکنید خانم و آقا روبروی من نشستن حرف میزنم، بعد میگه که مثلا فرض کنید من میگم که غذای تون دوست دارید، یکیشون میگه ما غذای تون بهمون نمیسازه. میگم به کدومتون؟ بعد اصلا متوجه نیستن که یکی. بعد ما یعنی دیفرنشیشن بینشون نیست. بعضی ها ممکنه میگن خب دیگه این عشق ایدئال لیلی و مجنونیه. نه، این هلتی نیست. دو تا فرد مستقل میتونن رابطه عاشقانه داشته باشن. دو تا فردی که تو هم این مشتن فرد هنوز نشدن که تازه عاشق بشن. اینها بعد از 6 ماه دوره همزیگری، باز در اثر شتابی که سلول‌های مغزی در نوروایرینگ و نوروفایرینگ دارن، کودک انسان وارد یه مرحله میشه که همون اسکیپ فرام فریدم اینجا آغاز میشه. در هولوش 6 ماهگی وارد یه مرحله میشه به نام separation individuation، جدایی و تفرد. منتها فکر کنید کودک 6 ماهه یا هولوش 6 ماهگی
میخواد جداشه از مادر، ولی از کی داره جدا میشه؟ از یه قادر مطلق. چون کودک 6 ماهه که قادر نیست شیر به خودش بده، خودشو تر و خوش کنه، بلنشه از جاش، به داد خودش برسه، قادر نیست این کارو کنه. بنابراین قسمت قدرتمند جدا میشه و این میمونه با وحشت اینکه ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده و او صیاد رفته باشد. اگر اینی که منو گذاشت الان از من جداست، منو فراموش کنه، به من رسیدگی نکنه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این اضطراب جداییه. این همون اضطرابی که آدم و حوا وقتی از بهشت انداختنشون بیرون تجربه کردن. خب حالا قصه آدم و حوا. بنابراین در اینجا برای اولین بار در حیات روانی کودک انسان مفهوم آی و آدر، من و غیر من شکل میگیره. حالا این مفهوم شکل گرفت، پر از بیم و هراس، پر از عجز و ناتوانی، من ناتوان، آی هلپلس، آی و امنیپوتنت آدر، قادر مطلق که آن دیگریه، که حالا مادر یا کسی که نقش مادر رو بازی میکنه. بنابراین در چنین مرحله‌ای فکر کنید اون آدر چقدر نقش مهمی در حیات روانی این کودک داره. در اینجاست که برای اولین بار تو زندگی عاطفی ما ریلیشنشیپ معنا پیدا میکنه. یعنی چی؟ نوعی که این آدر با من برخورد میکنه رابطه منه. در اینجا خیلی خلاصه حالا دارم من میگم، اگه نمیخواستم خلاصه بگم باید 4 ساعت همین تیکه رو توضیح میدادم، ولی در اینجا اگر good enough mother، ما پرفکت مادر نداریم، یا good enough caregiver، پرفکتش رو نداریم، ولی اگر مرسی، اگه اون چای مو لطف کنی بهتر به دلم میچسبه. مرسی. نه در اینجا اگر مادر good enough چند تا خصلت داشته باشه، یکی این که نگهداری و سرپرستی و حضور عاطفی و جسمی برای این بچه اولویت اولش باشه. به همین دلیلی که من سالهاست فریاد میزنم جامعه‌ای که فرزندان سالم میخواد زنش رو شادمان نگه میداره، مردی که بچه‌های سلامت میخواد بیشترین عشق و احترام رو به همسرش میده، به دلیل اینکه اون وقت این موجود میتونه حضور عاطفی داشته باشه، حضور عاطفی داشته باشه برای بچهش. اگر مادر حضور جسمی عاطفی داشته باشه برای بچهش، به اندازه کافی حساس باشه و نیازهای بچه رو به موقع در بیابه که کودک او محرومیت و دپرویشن تجربه نکنه یا کمتر تجربه کنه، چون میگن there is no perfect parenting, good enough parenting. و سوم این که همحسی داشته باشه و آینه‌گونگی کنه، mirroring برای بچهش. یعنی مثلا در میخوره به هم، بچه اینجوری میکنه، مادر بگه صدا خیلی بلند بود، ترسیدی. من یادم هست که نیلوفر دوبلوها رو که داشت با بچه های دام حرف زد، یه بار مادرم خونه ما بود، گفت خب مادر نیلی بمیرم، این از صبح تا شب داره با این بچه ها حرف میزنه، اینا که نمیفهمن. خب اون روانشناس کودک بود، میگفت اینا خب صبح تا شب داره با این بچه ها حرف میزنه. خب داشت در واقع میرور میکرد، داشت اکو میکرد. بعد مثلا بچه اینجوری میکنه،
It's cold. Ooh. پتو رو مینداخت دورش اینجوری. یعنی بچه حس کنه دنیای بیرون هم موازه بشه، هم احوالش رو میفهمه، هم پروتکتش میکنه و هم بهش امنیت میده. اون یعنی رو سر همه اینا یا top of all this به بچه اجازه میده که اگر یه چیزی رو نمیخواد ریجکت کنه. من یه بار این مثال زدم که یادم نیست یه جای این مثال زدم، گفتم من هر وقت راجع به این یادم میفته، این دیکتاتور درونی ما از کجا میاد، اونایی که هم سن و سال من هم میدونن، یه ریچوالی بود تو سنهای ما تو ایران که میگفتن بچه رودل کرده، بعد یه صدای هونگ میمد، تق 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 تق، کارگر خونه بادوم میکوبید، ما PTSD داشتیم چون این بادوم رو میکوبیدن، بعد بادوم رو میذاشتن گرم میکردن توی یه چیزی، روغنش رو میگرفتن، بعد میشد دو تا قاشق، سه تا قاشق روغن، روغن بادوم، حالا بعد اینو میکردن تو حلق بچه. حالا شاید هم از نظر پزشکی خیلی درست بود ولی ما روانشناسی شدیم. مراسمی که روغن بادوم رو باید میخوردی که خیلی بد بود این بود که یه نفر میشست بچه رو میخوابون، دو تا دستشو میگرفت زیر پاهاش، یکی دیگه هم دو تا پاهاشو میگرفت سفت، بنابراین دستا که مثل صلیب کشیده بود، پاها رو هم سفت نگر میداشتن و اون آدمی که مجری بود اینجا باز میکرد که روغن بادوم رو بریزن. حالا هنوز بچه یه چویز داشت و اون اینه که بریزه بیرون، برای اینکه این کارو نکنه یکی هم وایساده بود فوت میکرد که باید چاره نداشته جز اینو قورت بدی. و واقعا من به خوبی یادمه که یه موقعی که یه ذره بزرگتر شده بودم، برادر کوچیکم که این کارو داشتم میکردن همش میگفتم مامان ولش کن، میگفتم کشتیش ولش کن نمیخواد بخوره، که خب لابد به من میگفتن به تو فضولیش نیومده. ولی این من گفتم نکته مهم اینه که مادر و پدر ویل بچه رو مغلوب نکنن، اراده بچه رو مغلوب نکنن تا جایی که براش خطر جانی نداره. یعنی چی؟ شما میدونین بعضی از بچه ها به طور طبیعی گرما مزاج، شب میخواد لحافشو بندازه نمیخواد روش بندازه، میرن از زیر با سنجاق قفلی میزنن از زیر دوشکش، نمیدونم کت نمیخواد زیاد بپوشه، مثل من که الان گرمم شد، کت نمیخواد زیاد بپوشه، میخواد که سبکتر بره بیرون. حالا میتونم بفهمم که یه کانسرنای آدم داره، ولی به کار بردن زور برای اینکه بچه نرو پوششش، وقت فورس فیدینگ، فورس. یکی از جان هاپکینز یه ریسرچی داشت رو اینکه بی اشتهایی های عصبی که منجر به ایتینگ دیسوردر میشه، مهمترین فاکتور آیدنتیفای کرده بودن فورس فیدینگ تو دوران کودکی، که بعد اون موقع بچه اراده نداره که چی بخورم چی نخورم، وقتی بزرگتر میشه به عنوان کنترل داشتن یا انارکسیک میشه نمیخواد چی بخوره، یا بلومیک میشه میخوره میره اوب میزنه، یا پرخوری میکنه وزن اضافه میکنه، به هر حال مثل این که دلش میخواد یه جوری کنترل خودشو داشته باشه، یا یه چیز دیگه ای که حالا اوناش دیگه وارد جزئیات نمیشن. بنابراین در این دوره سپریشن اندیویژویشن که کودک بین 6 ماهگی تا 18 ماهگی دوره بسیار حساسیه که مادر ضمن اون ویژگی هایی که داره استقلال نوپای کودک رو تا حدودی که امنه و خطر جانی برای بچه نداره به رسمیت بشناسه و به بچه اجازه بده که ویلش رو اکسیکیوت کنه. یا مقاله شب نمیم چرا اینقدر لغت فارسی کم میارم، ارادش رو به اجرا در بیاره. و بعد از هلوش 18 ماهگی اون وقت یه مرحله دیگه شروع میشه، بنابراین اون خودشیفتگی مطلق تا
تبدیل شد به همزیگری با مادر و قدرت مادر رو قدرت خود پنداشتن و جدایی و احساس ضعف کردن و احساس ضعفی که خیلی برای بچه دردناکه. اینجا طبیعت یه مکانیسمای دفاعی در اختیار کودک گذاشته که وحشت نکنه از ضعف خودش در این دنیای وانفسا. متاسفانه این مکانیسمای دفاعی برای اون دوره بچه هم سالمه، چون بهش میگن natural narcissism، یعنی خودشیفتگی طبیعی که قرار موقت باشه. این مکانیسمای دفاعی اولیش انکاره. یعنی چی؟ کودک انسان هر چیزی رو که در بیرون از خودش دوست نداره انکار میتونه بکنه. یعنی آقای ترامپ، یعنی آقای خامنه ای وقتی که میبینن مردم اومدن بیرون علیه اینا چیز میکنن، میتونن به راحتی انکار کنن. البته خودشیفتگی اونا مالگننته، خودشیفتگی بدخیمه، خودشیفتگی بیمارگونه، ولی مال بچه طبیعیه، چون باید سروایو کنه و ترایو کنه. اولش انکاره. هر آن واقعیتی رو که دوست نداری انکار کن. ترامپ تا امروز هم میگه من رأی آوردم، رأی من دزدیدم. تا امروز هم هنوز سرش کلا رفته، رأیاش بد خوندن. چرا؟ به دلیل اینکه قبول اینکه مردم منو نمیخوان در هیئت روانیش، در وسعت روانیش نیست. امروز شنیدم از دوستی که اومده گفته این دکتر آزو که من ساپورت کردم انتخاب نشد، من نکرده بودم، ملانیا گفته بود به من بکنم. به هر حال در متون روانشناسی، در تکست‌های روانشناسی، ترامپ به عنوان یک مدلی از خودشیفتگی بدخیم قابل شناسایی که به صورت کلاسیکال تیچینگ در اومده. حالا خب اینا دسترسی به آقای خامنه‌ای ندارن. بنابراین انکار فریادرس روان ضعیفیه که واقعیت‌های تلخ بیرونی رو نمیتونه تحمل کنه. اینو به کار می‌برن کودک. نکته دومی که کودک احتیاج داره، چون احساس ضعف و ناتوانی در خودش می‌کنه در این دوره 6 ماه تا 18 ماهگی، اتفاقی که می‌افته اینه که خودش رو برتر و بزرگتر از بقیه می‌بینه. یعنی گراندیوزیتی، من بزرگتر و برتر. میره تو کوچه مثلا با بچه ها دعواش میشه، بعد میگه الان میام یه مش میزنم خونتون خراب میشه. فانتزی های بزرگ منشی، بزرگتر بودن این پیدا میکنه. بعد مکانیزم دیگری که به فریادش میرسه امنیپوتنسی، یعنی ضعف خودش رو مطلقا نمیتونه در هیچ زمینه قبول کنه. به عبارت دیگه vulnerability خودش رو، آسیب پذیری خودش رو در هیچ زمینه نمیتونه قبول کنه. در نتیجه قادر مطلق و فانتزی های عجیب و غریب داره. این ستا به کودک کمک میکنه که از این مرحله اون. حالا باز اگر محیط بیرونش مساعد بود و هیچ کدوم اینها رو بدون اینکه نابود کنه نذاش ورم کنه، از 18 مالگی کودک کم کم واقعیت جهان بیرون رو قادر بپذیره. یعنی چی؟ یعنی میپذیره که اگه یه مش بزنه دوتا میخوره. بنابراین حواسش جمعه. ببینید اگر من به شما یه چیزی الان بگم، شب واقعا خونه تو فکر کنید، به اندازه یه جلسه تراپی رایگان به خودتون کمک میکنید. و اون اینه که یکی از شاخصه های سلامت روان اینه که ما بفهمیم چقدر کجا ضعیف و ونربلی و بتونیم حداقل به سیف پیپل این وانربلیتیمون یا ضعفمون رو نشون بدیم. وقتی مسکش میکنی، یعنی خودشیفتگی داره بهمون کمک میکنه. بنابراین در حول و حوش 18 ماهگی کودکی که در همه این مراحل درست بالا اومده،
رابطه ای که او و آدرز رو یا دیگران آی ان آدرز رو به هم وصل میکرده، شروع میکنه به یه بالانس رسیدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه میفهمه دو نفر یه رابطه رو میسازن و حق من اینجا تموم میشه و حق دیگری اینجا آغاز میشه. خیلی از من این روزا میپرسن که فکر میکنید این جنبش به یه جایی میرسه؟ من میگم خب اون چه که ما میبینیم واقعا بی سابقه است و آرزو میکنیم که حتما اینطور بشه، ولی من میدونم که چی میتونه این جنبش رو نابود کنه. بعضی کنجکاو میگن چی؟ میگم علم غیب ندارم ولی میتونم بفهمم. هر وقت که نیروی مخالف این حکومت شبیه حکومت بشه، این حرکت میتونه شکست بخوره. یعنی چی؟ یعنی از همین جا الان تو همین تظاهرات ما یادمون بره که سلطنت طلب حق داره، مجاهد حق داره، دینی که با چارقد میخواد بیاد تظاهر کنه حق داره، و ما نه حق اونو نه قدرت اونو داریم که هیچ کسو حذف کنیم. دومین خصلت، حکومت شایع پراکنی میکنه و بدنام میکنه و مهرسوزی میکنه. ما اگر در جبهه مخالفین همین کار رو بکنیم، داریم همون خطر رو به جنبش میزنیم. مهرسوزی، تهمت، اهانت. نکته بعد که اینه که ما فکر کنیم یا آرزو کنیم یا تو سرمون داشته باشیم یا هیدن اجندامون باشه که بذار خرمون از پل بگذره، حساب اونایی که مثل ما نیستن میرسه. و به این دلیله که ضرورت داره ما بنیاد روانی دموکراسی رو بیاموزیم، بفهمیم که حق ما کجا تموم میشه و حق دیگری شروع میشه، و بفهمیم که بر سر سفره قدرت آینده ایران همه گروه ها حق مشارکت دارن، سهمشون به اندازه اقبال تاریخیشونه و هزینه‌ای که در راه مبارزه با برای آزادی پرداختن، و این رو بتونیم قورت بدیم و برای این مؤمن وفادار باشیم، نه کسی که دنبال فرصت باشیم که وقتی خرمون از پل گذشت مثل خمینی بگیم همه با من. حالا کودک انسان رو برگردیم، بعد از 18 ماهگی به تدریج کودک وارد حیات اجتماعی میشه. وقتی وارد حیات اجتماعی شد، اون وقت باید مکرر و مرتب والدین و مربیان مدرسه، کسانی که با بچه سر و کار دارن، محدودیت های او رو بهش یادآوری کنن. من یادم دختر من خب اینجا به دنیا آمد، ما خارجی بودیم، تو کنزاس هم خارجی زیاد نبود، موبور و اینا هم زیاد بودن. ما با بچه هامون میرفتیم تو زمین بازی، یه پسری بود کوچولو دیوید، خیلی هم بور و خوشگل بود و اینا، مادرش هم بود. ما دیگه فکر میکردیم حالا ما چون بور نیستیم و آمریکایی نیستیم و شاگرد دانشجو هستیم، درسمون هم تموم شد، باید بذاریم بریم. یه خود رعایت آمریکایی‌ها رو بیشتر میکردیم، مثل الان هم یه قدرتی نبودیم که به هم تکیه کنیم و بگیم ما یه ماینورتی قدرتمندی هستیم. و من یه بیلچه و یه دونه از این سطلای کوچولو واسه دلی خریده بودیم، میرفتیم با ماسه بازی کنن اینا. این پسر دیوید میومد نلی رو هل میداد و بیلش رو سطلش رو میگرفت. منم هم با اون دلایلی که گفتم و حالا خارجی نبودیم و مومونم دور نبود و اینا، مثلا به نلی یه دفعه این کار اتفاق افتاد، مادرم مشغول، به نلی گفتم That's okay، الان بازی میکنه خسته میشه میاره میده. بار دوم وقتی اتفاق افتاد مادر دیوید بود، بعد دوباره من به نلی گفتم که It's okay الان، بعد مادر اومد گفت No, it's not okay. بعد رفت گفت دیوید Why did you push a little girl؟
بعد این اینجوری کرد و اینا. گفت that's not yours, that belongs to that little girl, you cannot do that. بعد گفت ورش دار اینو. بعد اینجوری کرد تخص بازی در آورد. یه خودم شبیه هندونی ترامپ بود. تخص بازی در آورد. واقعا یه بچه بور مدل اونجوری بود. تخص بازی در آورد. بعد گفتش که شروع کرد گریه کردن. گفت no matter how tantrum you want to throw, pick up the چیز اینو با اون باکت رو اینو بردار. برو و توپ هم بود یه دونه کوچولو. گفت برو و به دختر بگو I'm sorry. به little girl بگو I'm sorry. بعد من دیگه دیدم این پسر گله گله داره عشق میریزه و اینا. گفتم it's okay for... گفت no, I am teaching him something he needs to learn. بعد دیگه ما سکوت کرد. بعد پسره رو آورد. پسره گفت what do you say؟ پسره رو بوده وایستاد اینا. اینجوری کرد. گفت no, first you say I'm sorry, I apologize, then you, فلان. پسره خلاصه به زور این کار رو کرد و بعد گفت حالا یه حالی بدین و کیس کنین و اینا. بعد من خب متوجه شدم وقتی اون گفت که من دارم به بچه‌م یاد میدم. تو این دوره سوشالیزیشن مادر و پدر کانستنتلی باید به بچه‌شون کمک کنن حد خودشو بشناسه، به حد دیگری تجاوز نکنه. اگر این تجربیات بیشتر و بیشتر بشه و مادر و پدر بذارن بچه از حسش حرف بزنه، برای حسش تنبیهش نکنن ولی رفتارش رو رفتار ریلیشنال تنظیم کنن، چون رفتار ریلیشنال یه رفتار خاصیه دیگه، to be considerate، ملاحظه دیگری رو داشته باشی، اینو داشته باشن، این کودک در هلوش 4 تا 4.5 سالگی خودشیفتگی بیمارگونش، یعنی اونی که از قادریت مطلق و گراندیوسیتی یا بزرگ نمایی و دینایل استفاده میکرد، دیگه ضرورتی برای استفاده از اونا نمیبینه، میفهمه قادر مطلق نیست، به اندازه همه قدرت داره، میفهمه اون برتر از بقیه نیست، همه مثل اونن و میفهمه واقعیت های دنیای بیرون گاهی خیلی تلخه ولی واقعیته. من رومو نمیتونم اینجوری بکنم، چیز دیگه هم نمیتونم رویا پردازی بکنم، فانتزی کنم، همونی که واقعیت هست. حالا در اینجا میگن کودک در هلوهوش 4.5 سالگی psychological birth of human infant is completed تو این مرحله و بعد از اون دیگه با اون پایه میره جلو. زیربنای روانی دموکراسی اینه که کودک از این مراحل به سلامت عبور کرده باشه. در غیر این صورت از هلوهوش 18 ماهگی اون مکانیسم‌های دفاعی و اون خودمختاری و اون نه به صورت یک خوددوستی بلکه به صورت یک نفرت از خیشتن، ولی نفرتی که ماسک میشه و خیشتن واقعی کودک در همونجا متوقف میشه و خیشتن کاذبش که یه موجود ورم کرده است که انقدر بیماره که میتونه بگه من به تنهایی برای 80 میلیون تصمیم میگیرم، اینقدر بیماره که میتونه بگه اگه من باختم بریزیم برین کنگره و بکشین و ویران کنید برای اینکه واقعیتی که من دوست ندارم معکوس کنید. اینو بهش میگن natural narcissism is turned to malignant pathological narcissism. اون وقت از 4-5 سالگی دیگه همین هی بزرگ میشه، ورم میکنه و متاسفانه به دلیل اینکه اینا رشد عاطفی روانی ندارن و اینقدر حسرت بزرگ نمایی قادریت مطلق دارن، خیلی هم موفق میشن اکثرا. من حالا اینجا میدونم آقایون پزشک هستن، اهانت نباشه و اطباء، ولی بالاترین تعداد خودشیفتگان در میان جراحان و به خصوص جراحان مغز و اعصاب و قلب. من یه بار یه جراح
مغز و اعصاب مراجعم بود و اینا. بعد از چند جلسه و اینا بهش گفتم که ببین مسئله تو یه چیز ساده‌ای که 5 جلسه داری 10 جلسه بیای نیست، برای اینکه من میتونم به تستم بدم، ولی من کلینیکال اینترویو میگه که تو خودشیفتگی پاتولوژیکال داری و باید روی این مسئله کار کرد. خیلی هم کار کردم با تو سخته، چون مادامی که من ورمت بدم با من میمونی، لحظه‌ای که بخوام سوزنت بزنم از من متنفر بشی میخوای بری. راه سختیه، فقط باید با هم کمک کنیم، اگه موتیویتدی بمون. بعد گفتش که شما خیال کردی خیلی کشف بزرگی کردی، من میدونم خودشیفتم. اصلا ما موقعی که امتحان میدادیم برای اینکه قبول بشیم توی چیز، توی دوره جراحی مغز و اعصاب، تست MMPI به ما دادن، 5-6 تامون که بالاترین اسکور رو تو خودشیفتگی آوردیم ما رو قبول کردن، به دلیل اینکه in that room we have to be omnipotent. باید God-like image داشته باشیم که تو اون اتاق خودش هم میگفت، میگفت I give life and this is how I feel. حالا موفقیت اجتماعی پیدا میکنیم در رده های مختلف، رشته های مختلف، و خب میتونیم بگیم که خب مگه مرض داریم؟ اگر این اهرم پیشرفتمون هست خب چرا بریم درمان کنیم؟ خب به خاطر اینکه اگر زندگی خلاصه میشه در موفقیت، یعنی achievement more power، ولی رو قله پیروزی، رو موقعی که مدال تریامف تو دستته، you are very lonely. ریلیشن با خودشیفته برقرار کردن کار سخته. علت چه اینه که برای خودشیفته افراد، آدمایی که دورشونن، ابزارن، اینسترومنتن که اونا رو به هدفهاشون نزدیک کنن و میتونن به اصطلاح مدت مصرف داشته باشن تموم شه. یه مثال دیگه میزنم، امشب خیلی ما از آقای ترامپ یاد کردیم. از خانومش پرسیده بودن که خانم اولش پرسیده بودن که چطور دیورس اتفاق افتاد، تو مصاحبه هست، گفته بودن چطوری دیورس اتفاق افتاد، گفت I don't know، برای مدتی این نمیومد، کمتر میومد خونه و اینا. بعد من یه شب کانفرانتش کردم و گفتم What's going on? We have three kids together and you're hardly home و فلان اینا. گفت You know what? Suck it up. You don't do it for me anymore. I'm in love with another woman. اون خانومه که اون دختره رو ازش داره. بعد گفتش که Wow. I was broken to pieces. But I have بعدم گفتش که فرداش وکیلش اومد به من گفت که سهم تو از زندگی با من 12 میلیون دلاره، میخوای بگیر، میخوای فایت کن با من. کی میره با این کله سرخ فایت کنه؟ اشکاله بایدن هم بگم. اون ازم بنده خدا حال نداره که اشکال داشته. اون بیچاره که نمیخواست رئیس جمهور شه، اونو زورش کردن در مورد رو. ولی به هر حال، نه من آخه ابسشنم با ترامپه، نه چون تو کتابای روانشناسی، چون تو کتابای روانشناسی الان تو کورسایی که برمیداریم رو نارسیسم و اینا مرتب میاد، عکسش میاد، واکنشاش میاد. ببین کسی که اصلا جالبه، تو انگلستان این تنها رهبر دنیاست که جلوی کوین را رفت، بیچاره کوین اول سوراخ دیدش راهشو پیدا کنه. بودم اینجوری یه هولم داد، هولش دیگه من ندیدم، هولشو من ندیدم. انتقام ایرانی ها رو گرفت از کوین. ها؟ انتقام میگم ایرانی ها رو از کوین گرفت مثل انتقام ایرانی ها رو از کوین گرفت. نه نمیدونم اونجا گرفتاری. خب من فکر میکنم که من اینجا دیگه سکوت کنم، اگه سوالی داریم دوستان بکنی. جوهر کلام من اینه که ما با لفظ آزادی، با لفظ آزادی خواهی، با
با حتی پیروزی بر دیکتاتور ما شایسته یا واحد سزاوار آزادی نخواهیم بود مگر آزادگی در درون ما ریشه داشته باشه. و هممونم گرفتار این هستیم که فکر میگن برزوی طبیب یه بابی داره کتاب مقدمه کلیلو دمره، میگن چرا نرفتی بابات خواسته بود تو دین بخونی؟ دین بخونی؟ گفت برای اینکه وقتی وارد مطالعه دین شدم دیدم به هر کسی که میرسم میگه من مصیبم و خصم مختی، اون دشمن من، خطاکار منم راستگوام. بنابراین مادام یعنی من حالا نشونه های کسی که ذاتش دموکراتیکه بگم، بلکه هممون یاد بگیریم اداشو دراریم. وقتی اداشو دراریم شاید به تدریج نفوذ کنه تومون. اداشو اگه میخوای دراری بذار من بهت بگم چجوری اداشو دراریم، خودم هم گاهی در میارم. و اون اینه که وقتی که یه کسی داره حرف میزنه و درست نقطه مقابل چیزی که شما میگی، یهو به خودت بگی من هیچ‌وقت از این زاویه بهش نگاه نکردم، مرسی برای اینکه یه زاویه جدید به من نشون دادی. این یک نشونشه. یه نشونه دیگه‌اش اینه که دائم بگی I don't know، واقعا نمیدونم، این حدس منه، حدس من میتونه غلط باشه. حالا اگه از من بپرسی که تو آدم دموکرات آزادی تو زندگی دیدی، و میدونم یه چیزی میگم که خیلی ها میتونی کلمو بکنی چون به دلایلی ازش عصبانی هستی، یکی از آزاده ترین آدم هایی که من تو عمرم دیدم مهندس مهدی بازرگان بود. باور نمی کنی من فسقلی 30 ساله رفتم دارم باهاش بحث میکنم راجب چیز دین، بعد میگم که میگی که شما که مثلا خانوادت مسلمانه اینا چرا این کوشنر رو که نوشتن مسلمانه یا نه خالی گذاشتی؟ گفتی من پر نمیکنم. گفتم برای اینکه آقای مهندس بازرگان دین برای من یک جبره که من دوست ندارم. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی مثل چرخ و فلکه که پاتو که میذاری روش دیگه دست خودت نیست، باید با اون بچرخه. و من قبول ندارم خیلی چیزای دینو. گفتش که خب تو شک داری در دین؟ گفتم آره. خب خود داشته باش تا آخر عمرتم مطالعه کن و شک داشته باش، تو این شک بمون، مشکلی نیست. بعد گفتم مثلا یعنی این، مثلا یعنی اون. گفتش که بله. بعد یه دفعه هم گفتش که آخه تو چه ریگی تو کفشته که اینقدر مثلا ضد دین حرف میزنی؟ گفتم اشکال شما اینه که ریگ تو کفش من میبینی، ریگ تو کفش اسلامه و شما نمیبینی. گفت والا شما به ما نشون بده، تا حالا خرف بودیم ندیدیم، به ما نشون بده، ما شاید دیدیم. و من اصلا تعجب میکردم که این آدم نه رگش راست شد، تا آخری هم که زنده بود من تو جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی عضو بودم، هر وقت حرف میزدم و حرفایی میزدم که واقعا خودم جوونانه و جاهلانه بود در مورد دیندارا، با صبوری تموم گوش میکرد. یکی هم اگه میومد از یک گوشه اعتراض کنه آقا جان شما هم که شدید خمینی. این نشونه های آدمیه که حالا اینو بهش میگن تالرنس یا رواداری. یعنی ما به محض این که امشب با خودمون میخوابیم بگیم واقعا نادانی های ما بیشتر از دانسته هامونه، و هر کسی که یه حرف جدید میزنه یه چیز جدید میتونه به ما یاد بده، موافق لازم نیست باش باشیم، یه زاویه جدید بر ما باز میکنه. یا با بچه‌مون داریم حرف میزنیم میگه که اینطوری اینطوری، نه آقا جان پول تو اینجا اینوست کن فلان، بابا اشتباه میکنی، شاید هم راست میگی عزیزم، شاید هم راست میگی. من به این عقلم رسید، یعنی نسبیت در باور. اگر نسبیت قانون اینشتینه دیگه باورهای ما که به تبع شامل نسبیت میشه. ریلیتیویتی این پرسپشن، ریلیتیویتی این پرسپشن، هر کدوم ما از اون گوشه‌ای که به حقیقت نگاه میکنیم اونو میبینیم. بهتر از مولانا هیچ کس نگفته تو قصه مردان
نابینای و مردان چشم بسته و فیل در اتاق. یه عده مرد وارد یه اتاق شدن، چشمشون بسته بود تو تاریکی، یه فیل گذاشتن اون وسط. بعد گفتن که به اینا بگو فیل کیه. اونی که خرطومشو گرفته بود گفت یه لوله قزروفی، اونی که آجیشو گرفته بود گفت یه شاخ استخونی، اونی که دومشو گرفته بود گفت یه تسمه نرم، اونی که پاشو گرفته بود گفت یه ستون بزرگ، اونی که تنشو گرفته بود گفت یه موجود عظیم الجثه. و مولانا میگه اینا همشون راست میگفتن، چون پرسپشنشون اون بود، تا اینکه چراغ روشن شد و همه واقعیت فیل رو دیدن. چراغ فقط برای جمع روشن میشه، هیچ کس به تنهایی حقیقت رو نمیبینه. هممون داریم قصه خودمون رو میگیم. مثلا من تعصبم رو روانشناسی، یکی دیگه تعصبش رو فیزیکه، یکی دیگه رو شیمیه، یکی رو بیولوژی. فقط نسبیت در عقیده، اگر اینو ما بتونیم جا بندازیم، سزاوار به وجود آوردنه. یه دموکراسی هستیم و حافظ اون دموکراسی هستیم و لایق زندگی کردن تو اون دموکراسی هستیم. من اینجا دیگه پرحرفی کردم، عذرم میخوام از اینکه سرتون رو درد آوردم. و بفرمایید الان سوالا رو بگیریم. سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما خانم دکتر، خیلی ممنون. در رابطه اون موضوعی که شما مطرح کردید میخواستم یه چیزی رو اضافه کنم و نظر شما رو هم در اون رابطه بدونم. در رابطه با بچه های بیشتر دهه 80 موضوع صحبت هم هست که شما مثال نبه خودتون رو زدید که یخچال رو مثال زدید و خیلی زیبا گفتین که به چه شکلی شدن الان بچه هایی که توی این دوره دارن زندگی میکنن. توی مجلس خصوصی بود با چند تا از دوستان ما صحبت میکردیم و موضوع سر این بود که زمان خیلی قدیم خانواده های مقدار تعدادشون زیاد بود، 5 تا 6 تا مثلا خانواده ما با 5 تا بچه بودیم مثلا. و به ما یاد داده بودن که جلوی بزرگتر نباید پامون رو دراز کنیم، نباید بلند بخندیم و این چیزایی که همه همون میدونیم. این اتفاق بود و این باعث شد که ما یه خورده فرمان پذیر بشیم تا اینکه مقابله کنیم با موضوعاتی که ممکنه مثلا ما خیلی به مزاقمون خوش نیاد. اتفاقی که الان تو این دوره افتاده و همه ما رو سورپرایز کرده به نوعی و بچه های دهه 80 رو میبینیم، الان بچه های دهه 80 تو خانواده های تک فرزنده یا دو فرزنده هستن ماکسیمم. یعنی شما این نگاه کنید تمام تمرکز و انرژی اون خانواده رو اون بچه ها هست که راستای مختلف میفرستن و بهشون آموزش میدن که باید یاد بگیری بگی نه، یه چیزی که موافقش نیستی باید بگی استاپ کنی، بگی نه من اینو نمیخوام. و من فکر میکنم که این اتفاق باعث شد که بچه های دهه 80 ما همه ما رو سورپرایز کردن و این اتفاق بود. میخواستم راجع به این موضوع نظر شما رو هم بدونم، چون ما یه بحث رو توی موضوع خانوادگی داشتیم و اون خیلی جذاب بود. اولا من یه چیزی رو که بگم که دیشب هم یه گروهی بودیم یه جایی صحبت کردیم. ببینید من الان فکر میکنم برای ما کسایی که تو خارج هستیم و واقعا در یه حالت بیم و حراس زندگی میکنیم، از یه طرف مثل این دلدکا که نصف صورتشون گریه میکنه نصفش میخنده، ما اینن همینطوری هستیم. اول فکر میکنیم ما که گرفتار یأس شده بودیم و فکر میکردیم ایران دیگه رفت، تا اینا مثل امویان چند صد سال حکومت کنن، یهو میبینیم نه پایه هاشون داره میلرزه، خوشحالیم. بعد یهو میبینیم هزینهش، این هزینهش، این زجه های مادر پدرها، این بچه های مثل گل، این ما رو گرفتار این دوگانه. یکی از راهاش اینه که همینطور تو جمعای نه خیلی عجیب و غریب و بزرگ تو جمع بشینیم و حرف بزنیم و هم به هم دلداری بدیم، هم از هم یاد بگیریم که what's going on. این مسئله بچه های 80 که شما میگید، اولا هنوز خیلی زوده که یه روانشناس راجع به بافت روانی این بچه ها اظهار نظر کنه. علتش اینه که هنوز ما اویدنس کافی برای یک تحلیل علمی نداریم، داریم اطلاع جمع میکنیم. من با دوستان روانشناسی که در ایران هستن، روانپزشک، روانشناس، هی داریم یه اطلاعاتی میدیم و میگیریم تا ببینیم آیا میشه این تبدیل بشه به یک تحقیق میدانی معتبر
که دارای یه ولیدیتی و ریلایبلیتی باشه. در غیر این صورت یه نظر فردیه، میتونیم بگیم نظر شما همونقدر معتبره که مال من معتبره. من فکر میکنم که این مسئله فضای مجازی و این ارتباط بسیار نزدیک دنیایی و یک مسئله دیگه اینه که ما نسلی بودیم که با ایدئولوژی بزرگ شده بودیم، تکلیف مدار بودیم. یعنی من 6 سالم بود، پدرم اومد یه قلک داشتیم انقدری زرشکی روشم نوشته بود بانک ملی. پدرم اومد گفتش که قلکتو باید بیاری، پولتو دراریم. آقای مصدق، آقای نخست وزیر گفته که باید اوراق ملی بخریم. بعد قلک‌های ما رو حالا 5 تومن توش بود، 6 تومن بود، چقدر بود توش، این قلک رو در آوردن. و بعد من خودم یادمه حس می‌کردم که من چیز شدم، یه بزرگسالی شدم که دارم به ایران کمک می‌کنم. دقیق یادمه اینو که موقعی که پدرم گفت، یعنی مثلا پولو که دادم مثلا حاضر بودم قلک هم بدم. ولی که این نسل ما بود. بعد از نسل ما، نسل بعد از ما، اونها هنوز به خصوص وقتی انقلاب شد و مسئله، من بچه هم واقعا شاهد این بودن که من بعد از انقلاب تو تمام مبارزات ضد اسلامی تو ایران بودم، تو میرفتم و مشارکت میکردم و از یه بابتی هم بچه هم واقعا مضطرب شدن که تقصیر اونم بر دوش منه. ولی به هر حال میدیدم که مادر پدرها یا بزرگترها حرف سیاسی میزنن، مخالفت سیاسی میکنن. اینم نسل بعد بود. بعد نسل بعد از اونا دیگه فقط با مخالفت هایی که تو خانواده ها میشه و فسادی که این حکومت در ایران را انداخت و تبعیضی که وجود داره و خوشبختانه تو فضای مجازی دروغی و دروغگویی اینا که بچه‌هاشون همه جای دنیا تو استخر نمیدونم شمپین میپرن و بیکینی پوشیدن و اینا، ولی اونجا به اینا میگن چارقد زد. این مسئله باعث شد که به نظر من این بچه‌ها اصولاً هیچ ایدئولوژی ندارن. ببین تو شعارشون هم معلومه زندگی، زندگی، زندگی. شبیه چی؟ شبیه همه بچه‌های دنیا دنبال اینه. زندگی شبیه همه بچه‌های دنیا. بنابراین یه نسلی هستن که نه ایدئولوژی دارن و نه تاریخشون، مثلا یه عده خب همزمان چپ بودن، برا عقیده‌شون، برا کارگران، برا زحمتکشان چقدر کشته شدن، چقدر تا اونجاها می‌رفتن. اینا نسل آرمان‌خواه نیستن، نسل زندگی‌خواه و دنبال اینم می‌گردن. و شایدم به همین دلیل هست که نمیترسن، به خاطر اینکه امروز من یه چیزی رو دیدم پخش میکردن، دختره میگفت که من موقعی که از خونه میرم بیرون اصلا نمیدونم، برمیگردم خط میشم تو زندان یا جنازه‌مو به مادر پدرم تحویل میدن، ولی میدونم که تو خونه نشستنم به من زندگی نمیده. شاید به نظر من دیگه به اینجا رسیدن که و حکومت ایران اینو پیشبینی نکرد، چون اینا رو از کودکستان چارقد سرشون کردن و شعار اسلامی خوندن تو مدرسه، فکر میکردن این دیگه چسبید، نمیدونستن تفلانه، برگردونی میریزه. نقش سوشال مدیا خیلی بله. بفرمایید. خیلی ممنون از نکته خیلی مهمی که گفتین. من خواستم سوال کنم که این ریشه های در واقع نارسیسیزم با مادر کامپلکس، حالا نگاتیو مادر کامپلکس، آیا اینا با هم دیگه خیلی مرتبط هستن؟ منظور چیه نگاتیو مادر کامپلکس؟ عقده مادر، عقده مادر منفی. میدونم، من نمیفهمم. میخوام بدونم آیا اینا به نارسیسیزم ربط دارن؟ آیا نارسیسیزم میشه در خود واژه تو به لحاظ فنی نمیفهمم. اونو توضیح بدم. من مادر کامپلکس در واقع یکی از اختلالات روانی دیگه، من که جسارت نمی کنم جلو شما. نه، من دلم میخواد بگی چون نمیدونم به چی داری اشاره میکنی. در واقع من برابر اودیپال کامپلکس داری میذاری؟ فکر
فکر میکنم بعد رفت داشته باشه. من خیلی تخصصی نمیتونم بگم. اونو بهش میگن، لغتش هم الان یادم رفته، به یادم میاد. فالیک مادر. بهش میگن فالیک مادر. فالیک مادر یعنی فروید لغت رو بکنم. اینی که من میگم در واقع بر مبنای یونگ باشه. من از یونگ همچین نکته رو نشنیدم. ولی فروید فالیک مادر داره و فالیک مادر یعنی مادری که بعد مثال میزنه. میگه مثل بلک ویدو. بلک ویدو میشینه بعد از بزاق دهنش یه گوله پرت میکنه به شاپرک یا زنبور یا هرچی که داره رد میشه، بعد نشسته خودش از جاش تکون نمیخوره، ولی این بزاق حالت کشنده داره، اینو میکشه 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 میاره جلوی بلک ویدو که میرسه یه قورت میده و ذوب میشه تو بدنش. میگه فالیک مادر مادریه که اندیویجوالیتی بچهشو قورت میده و هضمش میکنه و این بچه ها تا آخر عمر رابطهشون با مادر عشق و نفرته و رابطهشون با همسر وقتی انتخاب میکنن به همین انتقال رابطه عشق و نفرت هست. یعنی مادری که پسر رو کستریت کرده، اخته کرده و دختر رو عقیم کرده و در خودش هضم کرده. حالا با مال یونگ نگاه میکنم، ولی من یونگ رو نسبتاً میشناسم ولی اینو یادم نمیاد. خواهش بکنم. من میخواستم بدونم که چه دلیلی داره معمولاً توی کشورهای جهان سوم، حالا مال خودمون ایران رو میگم، میاییم یه نفر رو اونقدر میبریمش بالا مثل شاه، میبریمش بالا، اسمشو خودشو میذاره شاه، خدا شاه میهن و همه کاره میشه و اینا، یا مثل آقای خمینی یا خامنه اینا. این چه جور میشه که مردم ایران این اجازه رو به یه نفر میدن که بیاد به هم اینقدر بره بالا، بعد که میری میرسن بالا یهو بهت میزننش میکوبنش زمین؟ خیلی سوال خوبیه و توجیه خیلی خوبی داره تو روانشناسی. روان رنجور یا روان مستقل نشده که مال کودک به طور طبیعی، مال آدم مریض به طور بیمارگو، کارش اینه ایدیالایز میکنه، دیوالویت میکنه. اول بت میسازه از یه موجود. چرا؟ چون خیشتن آسیب پذیر خودش در سایه اون بت احساس امنیت میکنه و چون خودش هویت مستقلی نداره، وقتی عضو یا گله اون گروه میشه، مثل ارتش نازی وقتی عضو حزب هیتلر میشن، احساس موجودیت میکنن و استقلال فکری اتفاقا منجر به فردیت میشه. نشونش اینه که تو با اجماع میتونی مخالفت کنی، یعنی همه تو این اتاق یه چیزی بگن، اون کسی که مستقله میتونه بیسته بگه نه من اینجوری فکر نمی کنم، بدون اینکه به حراسه. بعد کسی که خیشتن واقعیش فرم نگرفته و انسجام نداره، از پیروی از کسی که آیدیالایز کرده احساس موجودیت میکنه. بعد چه اتفاق میفته که اونو دیوالویت میکنه؟ بعد از مدتی که میگذره و نیروش تحلیل میره از اینکه دیگه تمام انرژی روانی خودشو خرج اونا بکنه، خشمش منجر به این میشه که دنبال یه جرقه میگرده که از اون انتقام بگیره. من در ایران شاهد این بودم که آدما مجسمه شاه رو کندن آوردن پایین، به زور بیچاره یه سگ سیاه رو بردن اون بالا، سگ زوزه میکشید نمیخواست ببرنش اون بالا، بردنش اون بالا، یه میله مونده بود، تناب سگ رو بستن به اون میله، بعد این پایین وایساده بودن. خب این نشون میده که در روان جمعی اون ملت این مجسمه که اونجا بود آیدیالایز شده بود و حالا دیوالویت شده یا تحقیر شده یا مچاله شدهش اینه که الان بزگذاشتن اون بالا.
بنابراین هر دو از پدیده‌های ناسالم روان غیر مستقله. برای کسی که ببین تو این اتفاق تو روانشناسی خیلی میفته، هر چقدر آدما مریض‌تره روانشناس رو آیدیالایز میکنن. متاسفانه یه روانشناسی خودش مریض باشه از این آیدیالیزیشن کیف میکنه، ما داریم تو جامعه، از این آیدیالیزیشن کیف میکنه و خودش هم تبدیل میشه به همون موجودی که اهانت میکنه به افراد تو صحنه‌های عمومی، تحقیر میکنه، تمسخر میکنه و هرچی اینجوری میکنه اون اعتماد به نفس و حرمت زاد افراد پایین تر میاد، بیشتر پاشو میبوسن. آمریکایی‌ها یه مثال دارن، میگن اونهایی که با دست تو دهنشون عسل میذاری دست تو گاز میگیرن، با پوتین به پوزهشون بزن پا تو ماچ میکنن. ناسالمه ولی هست. حالا تو روانشناسی ما یاد میگیریم، یعنی اگر بلد باشیم کارمونو یاد میگیریم آیدیالیزیشن رو چطوری آیدیالیزیشن رو خونسا کنیم. کلاینت میاد وای دکتر فرمودی اون حرفایی که جلسه پیش زدی همینطوری تو سرم بود، بعد فکر میکردم که ای کاش من قدرت اینو داشتم، یه دونه مثلا رادیو برای شما میزدم، یه تلویزیون برای شما میزدم، شما ایرانو میتونین نجات بدین، مثلا یه همچی حرفی میزنم. بعد روانشناس از کارهایی که باید بکنه اینه که خب من مطمئنم که بخشی از چیزایی که من گفتم تو پسندیدی، خوشت اومده، ولی کاری که الان داری میکنی اینه که داری منو آیدیالایز میکنی. من نگران اینم که وقتی یه حرفی بزنم که تو دوست نداشته باشی اون وقت منو دیوالویت کنی و من تبدیل بشم به یه موجود خطرناکی که تو دیگه نمیتونی باش رابطه داشته باشی. بنابراین بذار همینجا با هم یه قراری ببندیم. من نه اون موجود عجیب الغریب و بوتی هستم که تو داری ازش حرف میزنی و نه هیچ وقت اون موجود خطرناکی که حیات تو رو میتونه تهدید کنه. من یه آینه ای هستم که اینجا برای تو هستم، البته تجربه‌ام از تو بیشتره، البته ترین شدم، گاهی اوقات تو رو خوب میفهمم، گاهی اوقات هم اصلا نمیفهمم. و بهترین هدیه‌ای که تو میتونی به من بدی اینه که اون موقعی که تو رو نمیفهمم به من بگی که تو رو نمیفهمم. اینجوری هی جلو آیدیالیزیشن رو میگیری. به هر حال بسیار خوشحال شدم از آشنایی همتون. نشد با تک تک یه خود گپ و گفت تنها بزنید، ان شاءالله تو دیدارهای دیگه.